به نام خدا و با درود خدمت دوستان عزیز، دومین گوشه دستگاه ماهور رو در ادامه آموزش دستگاه ماهور از ردیف میرزا عبدالله بمیگیم. دومین گوشه ما گوشه ایست به نام کرشمه. گوشه کرشمه رو با بحر شعری مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون اجرا میکردم و اینجا هم همین صورت به اصطلاح میزان بندی شد. روی این تصویر من یه توضیح میخوام براتون بگم. ما اینو با دو مزراب اجرا خواهیم کرد که سری برای دوستانی که هنوز مزراب های اصلی ردیف رو خیلی خوب ندارن با ریز معمولی اجرا خواهیم کرد و یک قسمت هم با تک و دوراهایی که معمول هستش. اول این توضیحات رو من اینجا بگم. یه لحظه این برایشون ببینید، تمام این نوت‌های که اینجا نوشته شده، این مثلا دویی که نوشته شده به این نوت کوچیک وصل شده. این نوت کوچیک‌ها رو توی گوشه قبل هم که داشتیم توضیح می‌دادیم گفتیم که به صورت ارزش زمانی نصف خود اون شکلی که هست، مثلا الان چنگ هست شده دولا چنگ، این رو شما به صورت یک چنگ نقطه دار و اینو به صورت یک دولا چنگ خواهید داشت. اینم همینطور، اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور. باز تو سطرهای بعدی هم همین اتفاق افتاده. بعضی جا هم اصلا خودش یه به همون صورت نوشته، ولی اونایی هم که به این صورت نوشته شده اینها رو هم همینطور چنگ نقطه دار دولا چنگ، چنگ نقطه دار دولا چنگ، همه اینها رو به این صورت. یه علامت دیگه هم هستش که ما این مردانت رو که داشتیم یه خط اگه وسطش رد بشه، این یعنی این که اشاره به نوت ما قبل خودش با یک مضراب، یعنی اجرای سه تا نوت با یک مضراب، یعنی روی این دو مضراب میخوره. به سی با انگشتمون اشاره میکنیم، دو مرتبه سری برمیگرده روی دو، به این صورت که الان براتون اجرا میکنم. مضراب رو دو میزنم، سری انگشتم برمیدارم میزنم.